بازار تهران زیر بار توافق شورای اصناف با دولت نرفت. به نوشته روزنامه خبر، گروهی از بازاریان تهران در واکنش به رویکرد مالیاتی دولت سیاست قهر پیشه گرفتند تا قصه بازار و اعتراض آنان شکلی پیچیده به خود بگیرد. با استناد به این منبع، قسمتی از بازار تهران هنوز هم در تعطیلی به سر میبرد و حتی دامنه اعتراض بازاریان نیز افزایش پیدا کرده است. به گزارش رجانیوز، عصر روز سه‌شنبه در حالی که تعداد کمی از مغازه‌ها باز بود، برخی کسبه‌ای که در حال عبور بودند به افراد حاضر در مغازه‌ها و کسبه تذکر می‌دادند که ببندید و تعطیل کنید. رجانیوز از قول یکی از کسبه که نامش در این گزارش ذکر نشده است نتیجه می‌گیرد در بازار سنتی عده‌ای به دنبال آن هستند که انحصار مطلق یا چند جانبه خود را بر شبکه توزیع و واردات کالا حفظ کنند و اهداف دیگری را دنبال می کنند. در حالی تشنج در بازار تهران وارد هفته دوم می شود که به گفته عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خسارت تعطیلی در روزهای یک شنبه و دوشنبه به دولت حدود 4,000 میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، تعطیلی روز یک شنبه برای برخی صاحبان حسابهای جاری طلایی در بانک سپه مساوی با برگشت خوردن چکهای این افراد بوده است. بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه نیز متوقف نشده است. به عبارتی از هر 8 چک یکی مهر برگشت خورده است. آگاهان بر این باورند که با ادامه شرایط موجود و ادامه رکود حاکم و در صورت اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر می شود و از این رو تعداد چک های برگشتی نیز افزایش خواهد یافت. در همین حال شاخص بورس تهران با عبور از مرز 15,000 واحد رکورد 43 ساله را شکست. روزنامه جهان صنعت که به عبور شاخص از مرز روانی 15,000 واحد پرداخته در تیتر صفحه نخست خود نوشته قیمت‌های مدیریت شده بورس را تکان داد. این روزنامه با اشاره به این نکته که کنترل بازار دست شبه دولتی هاست به خوانندگان خود گوشزد می‌کند که حتی در شرایط سودی بازار بورس نیز نباید هر سهمی را به هر باهایی خریداری کرد. از دید علیرضا محجوب، عضو فراکسیون خط امام مجلس، نیز اشخاص سودجو به بازار بورس چسبیدند.